چهارمین روز دی ماه برابر با 14 ژانویه، سال 1345 خورشیدی برابر با 1966 میلادی، در گذشت سرگئی کرولوف، نخستین طراح سفینه‌های فضایی شوروی که از نوجوانی به مسائل مربوط به علم نجوم، موشک‌سازی و سفر به فضا علاقه داشت و در آن زمینه به مطالعه پرداخت. وی بعد از انقلاب روسیه و روی کار آمدن رژیم کمونیستی، وارد مدرسه عالی تکنیک شوروی شد و همزمان در کارخانه هواپیماسازی به کار پرداخت و با همکاری یک دانشمند روسی نوعی گلایدر به نام کوکتبل را طراحی نمود و سپس با ساخت هواپیمای سبک به نام SK-4 آن را به پرواز درآورد. علاقه به سفرهای فضایی و انجام کار و پژوهش‌هایی در این زمینه باعث شد تا کرولوف وارد بخش موشکسازی مؤسسه پیشرفت‌های هوایی شود و با بروز و ظهور استعدادها و تواناییش مسئولیت طرح‌های مربوط به راکت‌سازی بر عهده‌اش قرار گیرد. سال 1375 خورشیدی برابر با 1996 میلادی، در گذشت دکتر احمد تفضلی، ایرانشناس معاصر که در اصفهان به دنیا آمد و در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و سپس در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران در دانشگاه لندن به تحصیل پرداخت و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در همین رشته کسب نمود. او استاد برجسته دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و در حوزه زبانهای باستانی دارای شهرتی جهانی بود. وی به پاس ترجمه کتاب نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران به دریافت جایزه کتاب سال ایران نائل شد. سال 1376 خورشیدی برابر با 1997 میلادی، در گذشت محمد امامی غازی، مشهور به محمد غازی، مترجم شعیر معاصر که در مهاباد به دنیا آمد و پس از اخذ لیسانس به کارهای متنوع اداری و دولتی روی آورد و به دلیل تسلط به زبان فرانسه به ترجمه آثار برجسته ادبی و تاریخی جهان پرداخت. نثر ترجمه های او چنان شیوا و رسا و بدون گره است که آثارش را به واقع سرمشقی برای دیگر مترجمان ساخته است. قاضی به جز ترجمه آثاری از قبیل دونکیشوت، سپید دندان، جزیره پنگوئن‌ها، تاریک‌ترین زندان و مهاتما گاندی که جزو برترین آثار ادبی جهان محسوب می‌شوند، چند داستان و نیز کتابی درباره سرگذشت ترجمه‌هایش و کتابی با عنوان خاطرات یک مترجم دارد که در آن با بیانی بسیار جذاب از دوران کودکی و زندگی خود سخن گفته است. محمد غازی گرچه بیش از 30 سال از آخر عمر خود را بیمار بود، اما تا واپسین روزهای عمر از کار و خلاقیت باز نایستاد.